عنوان مقالاتی هستن که استاد برای این کتاب ها نوشتن، بودن یا داشتن، تخیل آری توهم نه، ضرورت اخلاقی زیستن، مهمترین مسائل درباره عواطف آدمی. این مقالات تحت عنوان سخنی با بزرگترها در ابتدای کتاب ها درج شده است و به این ترتیب کتاب های مجموعه فلسفه به زبان ساده برای بزرگترها و کودکان و به طور کلی علاقمندان مباحث فلسفی و اخلاقی قابل استفاده است. جا دارد استاد مصطفی ملکیان به واسطه لطف بیکران ایشان به نشر آسمان خیال تشکر و قدردانی بنمایید. این در واقع از سوی مدیران محترم انتشارات آسمان خیال تنظیم شده بود که خدمت شما قرائت کردم. خب من دیگه حرف دیگه ای ندارم. میدونم که شما بی‌صبرانه منتظر هستید استاد صحبت‌های خودشون رو شروع بفرمایند با یک تشویق به استقبال صحبت‌های استاد. عرض سلام و ادب می‌کنم به مسئله همه خانم‌ها و آقایان. به بحثی که بر عهده من گذاشتم در این جلسه بحثیست که از جهتی برای من دشوار بوده و اون شدن به جهت اینکه خیلی ابعاد وسیع و عمیقی رو در بر میگیره که در یک جلسه نمیشه با من به همش پرداخت. از جهتی هم برای من آسانه به جهت اینکه جزئیات این بحث رو به صورت متفرق در این سالها در جاهای مختلفی بیان کردم و در واقع بخش عمده کاری که می کنم گویی گردآوری چیزهایی است که به صورت متفرق و پراکنده گفته شده. ولی به هر حال از همه الان پیشبینی میکنم که نتونم در این جلسه اون چیزهایی که به نظرم میاد خدمت سروران عرض کنم. اول نکته‌ای که به نظرم باید بهش تکیه کرد اینه که آموزش و پرورش در کشور ما گویی یک هدف رو در نظر داره و بنابراین کودکان و نوباوگان رو وقتی که تحریم میگیره مثلا در مهد کودک یا در کودکستان گویی تحویل میگیره برای اینکه اینها رو چنان تعلیم و تربیت کنه و مخصوصا چنان تعلیم بده که دارای یک شغل و حرفه بتونن بشن در آینده. گویی تصور بر اینه که مهمترین چیز در زندگی کسب درآمده، این اولا، و ثانیاً کسب درآمد بدون شغل و حرفه امکان پذیر نیست. بالاخره انسان باید یک شغل و حرفه در جامعه داشته باشه، حالا چه از مقوله علم، چه از مقوله فن و چه از مقوله هنر، بالاخره باید یک شغل و حرفه داشته باشه. و چون شغل و حرفه هم بدون تخصص امکان پذیر نیست، پس ما باید یک تخصص به این نوباوه یاد بدیم. این گونه پیش فرضه، یعنی از وجنات آموزش پرورش ما، از شکل و شمائل آموزش پرورش ما و قد و قواره آموزش پرورش ما این برمیاد که ما نیاز به درآمد داریم، بدون درآمد نمیتونیم زندگی کنیم
اون وقت طبعا کسب درآمد باید بکنیم و کسب درآمد هم که امکان پذیر نیست مگر اینکه من در جامعه یک شغلی، یک حرفه‌ای به عهده بگیرم و برای اینکه شغل و حرفه‌ام به عهده بگیرم خب طبعا باید تخصصی پیدا کنم تا بتونم یک شغل و حرفه رو متصدی و متکفل بشم. به صرف ارادم که نمیتونم یک شغل و حرفه رو متکفل بشم، متصدی بشم، بر عهده بگیرم. و حالا من دو پدر و مادرم میسپرن به دست معلمان و مربیان که اون شغل و حرفه رو به من، اون تخصص رو در اختیار من بگذارن تا بتونم بر عهده بگیرم یک شغل و حرفه رو. بنابراین درآمد ما را به شغل و حرفه میکشونه و شغل و حرفه هم ما را به تخصص پیدا کردن در یک رشته علمی یا فنی و یا هنری، یکی از این سه. انگار اینجور برمیاد. اینکه من دائما میگم انگار و گویی، چون آموزش پرورش ما حتی به صورتی هم سامان نیافته که این غرض رو هم خوب برآورده کنه که ما واقعا بتونیم در جامعه یک شغل و حرفه رو با لیاقت هرچه تمامتر، با کفایت هرچه تمامتر و با توانایی و دانایی لازم به عهده بگیریم. حتی این هم نیست، ولی به هر حال به این سمت و سو ما در حال حرکتیم، حالا چه موفق چه ناموفق، چه گاهی موفق گاهی ناموفق. این داستانی. خب در اینجا دو تا نکته در همین آغاز باید گفت. یک نکته اینه که در طول تاریخ فرهنگ بشری همه کسانی که متفکران بودن که در باره تعلیم و تربیت و آموزش پرورش کار کردند، همشون قبول نداشتن که آموزش پرورش باید هدفش این باشه. از کنفوسیوس گرفته در چین باستان تا برسیم به افلاطون و ارسطو در یونان باستان، تا بیایم به کانت برسیم و تا برسیم به جان دیویی و تا برسیم به الان و برسیم به تعالیم کسانی مثل مثلا پائولو فرره، ایوان ایلیچ، اینایی که متخصصان تراز اول آموزش پرورشن، همشون اجماع ندارن بر اینکه آموزش پرورش هدفش من و تو رو دارای تخصص علمی برای تصدی یک شغل حرفه باید بکنه. اینا همه قبول ندارن و اهداف متفاوتی برای آموزش پرورش در نظر گرفتن که من این اهداف رو در یک سلسله جلساتی چند سال پیش، دقیقا یادم نمیاد، ولی چند سال پیش تحت 5 هدف بزرگ تصویر کردم که فلسفه آموزش پرورش در بحث اهداف آموزش پرورشش 5 تا مکتب بزرگ داره که یکیش اینه که ما باید نوباوگان خودمون رو، متعلمان و متربیان خودمون رو برای این مقصود تربیت بکنیم و تعلیم بدیم، ولی 4 تا دیدگاه رقیب داره و این 4 تا دیدگاه رقیب دیدگاهی بسیار جدی هست. در کشورهای غربی امروز که یک نوع لیبرالیسم آموزشی وجود داره، خب همه این دیدگاه‌های مختلف مدارس خودشون دارن دیگه. پدر و مادر اون فرزند، پدر و مادر اون بچه تشخیص میدن که من دوست دارم بچه‌م بره تو این نظام آموزش پرورش تعلیم ببینه، چون لیبرال در واقع آموزش پرورششون، یعنی متمرکز نیست به یک سمت و سو و همگرایی همه مدارس به طرف یک سمت و سو الزامی نیست. اینه که گفتن شما اگر میخوایید میتونید بچه‌تون بذارید توی مدرسه دیگر و با یک آموزش پرورش دیگر. اینه که مثلا شما فرض کنید که میبینید ما مدارس فراوانی داریم در کشورهای پیشرفته که اینا بهشون میگن مدارس شتاینری، با روش رودولف شتاینر عمل میکنند
مدارس فراوانی داریم که با روش هایی مثل روش ایوان ایلیچ یا پاول فرره کار میکنن که معمولا بهشون میگن مدرسه زدایی. اونا به روش خاصی مدارسی داریم که تا حدی به روش رابیندرانات تاگور در نیمه اول قرن بیستم و در اواخر قرن 19 هم عمل میکنن، انواع و اقسام این مدارس. ولی در کشور ما این مشکل هم وجود داره زائد بر اون مطلب اول، این که مدارس دیگری که نمیخوان غایت خودشون رو فقط متخصص تربیت کردن بدونن، اینا امکان پدید آمدن ندارن، امکان رشد و توسعه ندارن و اینه که پدران و مادران ولو وقوف هم داشته باشن به این که ما خوش نداریم بچه هامون اینجوری تعلیم و تربیت ببینن، بازم مجبورن بچه هاشون بفرستن به همون مدارسی که جوری که خوش ندارن دارن تعلیم و تربیت میدن. خب این واقعا خیلی جای تأسفه. یعنی دوتا، یکی این که چرا اصلا آموزش پرورش ما معطوف به این هدفه، و یکی این که چرا آموزش پرورش های دیگر رو مجال پدیداری و رشد و شکوفایی و پیشرفت بشونه میده. خب این یک نکته بود که میخواستم عرض کنم، اما گفتم این نکته دومی هم اینجا باید گفت. نکته دوم اینه که نتایج این نوع آموزش پرورش بعدها در سنین بالا خودش رو نشون میده، وقتی که میبینید فارغ التحصیلان این دانشگاه ها اینا نیازمندن به مشاور روانی، نیازمندن به روان درمانگر، نیازمندن به مشاور خانواده، نیازمندن به مشاور مناسبات اجتماعی، نیازمندن به انگار نقص هایی را جبران کردن که این نقص ها را خود اون آموزش پرورش بهشون القا کرده، بهشون داده. ببینید وقتی که کسی مثلا در فرض کنید که 30 سالگی، 31 سالگی، 32 سالگی، 33 سالگی اگر خیلی موفق باشه با درجه دکتری یا فوق دکتری از دانشگاه میاد بیرون، اگر با خودش صادق باشه و اگر زندگی رو جدی گرفته باشه، تقریبا میبینه هیچ بلد نیست زندگی کردن. در بکنید اینو در سالهای قبل از این هم شخص تجربه میکنه، ولی دیگه از این سال به بعد وارد شغل حرفه میشه، حتما خانواده ای تشکیل داده یا در شروف تشکیل دادنه، و بعد میبینه که اتفاقا هیچ چیز بلد نیست. یعنی اگر ببرنش تو لابراتوار فیزیک، در حالت آرمانی میگم، ببرنش تو لابراتوار فیزیک کارایی داره ها، ولی به محض اینکه از لابراتوار پاشو میذاره بیرون میاد تو سطح پیاده روی خیابون، میبینه هزار مشکل داره که این مشکلات آماده نشده بوده قبلا برای مواجهه با اینها. غرضم اینه که یک وقت بحث بر سر اینه که به لحاظ نظری تو رقیب داری ای آموزش پرورش، و چگونه حقانیت خودت را در برابر آموزش پرورش های رقیب به کرسی نشونده ای که اومده یک تازی میکنی. یک بحث نظریه، یک بحث اینه که نه اصلا من کار به رقبا ندارم، من اصلا فرض میکنم توش رقیبی هم نداشتی، ولی فارغ و تحصیلاتت رو میبینم خیلی احتیاجاتی دارن که این احتیاجات حاکی از اینه که آموزش پرورش موفق نبوده. یعنی یک آدم در این آموزش پرورش در حالت آرمانی، واقعا اونم در حالت کاملا آرمانی، میتونه تو لابراتوار فیزیک، میتونه تو فلان بیمارستان، میتونه تو فلان ارز کنم که شرکت سدسازی، میتونه کار خودش رو انجام بده، اونم در حالت آرمانی. ولی خب تمام زندگی شخص که فقط تو محیط کارش نمیذاره، به محض اینکه پاشو میذاره تو زندگی اجتماعی، به محض اینکه پاشو میذاره تو زندگی خانوادگی، و به محض اینکه پاشو میذاره تو ارتباط شخصیش با شخص خودش، یعنی پاشو به حریم خلوت زندگی خودش میذاره،
ببینی که انگار آمادگی برای هیچ کدوم از این مشکلاتی که باش مواجهه نداره. این مسئله عملی که مسئله دومه، این دیگه اصلا تو اگر رقیبم نداشتی باید این فکری به حال خودت میکردی، چون نشون میده اصلا کارت عیبناکه، کارت نقص داره. این باعث میشه که در این وضع ما نیاز داریم به این که فلسفه برای کودکان مثلا داشته باشیم یا روانشناسی برای کودکان، وگرنه اگه آموزش پرورش درست بود که دیگه نباید در حاشیه‌اش یه چیزی به صورت زائده، به صورت یک چیز افزوده به نام فلسفه برای کودکان وجود داشته باشه یا روانشناسی برای کودکان وجود داشته باشه یا فرض کنید که ادبیات برای کودکان، اخلاق برای کودکان، اینا نباید وجود داشته باشه. خب کودکان اصلا اومدن تو مدارس این که این چیزا رو یاد بگیرن دیگه. این که میبینید در کشور ما الان کسانی به جد احساس نیاز میکنن به خاطر اینکه این نیاز درآورده نمیشه. تو غرب هم همینطوره. تو غرب هم شما اگر مثال میزنن با روش های اشتاینر، رودولف اشتاینر عمل بکنید، دیگه اون بچه هایی که میسپارید به اون مدارس دیگه نباید به صورت یه زائده و تکمله ای بیاد بهشون فلسفه برای کودکان هم یاد بدی، روانشناسی برای کودکان هم یاد بدی، چون اصلا وقتی موارد اون مدارس بچه ها میشن از اول همین ها بهشون یاد میدن. یاد میکنید ماییم که از اول فقط ذهنمون میره رو حساب و هندسه و جبر و مثلثات و از من نظریه اعداد و فیزیک و شیمی و مکانیک و این چیزا بهشون یاد میدیم، چیزهایی که بعدها به درد زندگی بالفعل و عملیشون نمیخوره. بنابراین از این مجموعه میخوام فعلا این نتیجه بگیرم که اصلا نفس این که ما فلسفه برای کودکان و روانشناسی برای کودکان و اخلاق برای کودکان و ادبیات برای کودکان اینا رو داریم به صورت یک چیز زائد بر آموزش پرورش، این نشون دهنده نقص خود آموزش پرورش، وگرنه آموزش پرورش اومده اتفاقا همین رو یاد بده. اما خب تا وقتی که یعنی تا اطلاع ثانوی، تا وقتی که آموزش پرورش همین در واقع روش رو پیش گرفته و درش بر این پاشته میچرخه، چاره جز این نیست که واقعا اینا وجود داشته باشن، یعنی این نوع آموزش های حاشیه‌ای، این نوع آموزش های جنبی. این نوع آموزش پرورش یک عیب دوم هم داره، غیر از این که نیاز داره به این چیزهای زائد، به این چیزهای افزوده، به این چیزهایی که باید ملحق بشون کرد، یک عیب دوم هم داره و اون این که پدران و مادرانی که تو این آموزش پرورش خودشون بزرگ شدن، فرزندان خودشون رو نه فقط راهنمایی نمیتونن بکنن، بلکه اتفاقا با فرزندان خودشون کارهایی میکنن که فرزندان 30 سال بعد میفهمن که چه بر سرشون به دست خیرخواه‌ترین انسان‌ها یعنی پدر و مادرشون بر سرشون اومد. این دیگه چیز زائد باز برمونه، این دیگه با آموزش پرورش برای کودکان به صورت اضافه گذاشته هم جبران نمیشه. یعنی چه؟ میخوام بگم اگر شما الان موفق هم باشید در فلسفه برای کودکان و آموزش پرورش روانشناسی و فلان و بهمان برای کودکان، اول مبارزه ای که کودکی که شما بهش فلسفه برای کودکان یاد میدید باید بکنه با پدر و مادر خودش. چرا؟ چون پدر و مادرش تو این آموزش پرورش روش کردن و هنوز هم انگاره های این آموزش پرورش در نظر چون مقبول و مشبوب جلوه میکنه. اینه که اگر بچهشون یه روز فهمیدن که فیزیکش نخونده ولی رفته اومده تو کلاس های شما فلسفه برای کودکان یاد گرفته، اول معترض کیه؟ خودمون پدر و مادرم که بابا اینا رو بذار برای بعد، اینا شد نشد تو الان باید بری فیزیکتو بخونی، شیمیتو بخونی، ریاضیاتتو بخونی، زیستشناسیتو بخونی، مکانیکتو بخونی. تو چجور بل کردی کلاس فیزیکو رفته ای مثلا روانشناسی برای کودکان خونده ای؟
یک مشکل پس دوم هم باز وجود داره و اون مشکل دوم اینه که پدران و مادران اول موانعند برای اینکه تازه این ملحقات تو به بچه هاشون یاد بدیم، ملحقاتی که آنچه پدرش بهشون یاد نداده و بچه هاشون یاد بدیم. پدران و مادران استقبال که نمی کنن هیچ، بلکه در بسیاری از مواقع متهم می کنن این نوع آموزش ها رو به اینکه شما یک کاری می کنید که بچه من فردا تو کنکور قبول نشه، سرشو گرم کردید با یه چیزایی که فردا ایشون تو رقابت ها همیشه عقب می مونه، چون خودشون اون انگاره ها براشون مقبوله، اون انگاره ها براشون مشهوره. از این نظر میخوام بگم که شما اگر فلسفه برای کودکان رو در حاشیه آموزش پرورش قرار دادی یا روانشناسی برای کودکان، وقت تازه باید یه فلسفه هم برای پدران و مادرانشون در حاشیه قرار بدی و یه روانشناسی هم برای پدران و مادرانشون، یه اخلاق هم برای پدران و مادرانشون. مثال به شما بزنم، مگه این همه دانشجوی دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری که میان به فرض کنیم مثلا به شما به عنوان مشاور خودشون میگن که من دکترای فرض کنیم که مهندسی مکانیک دارم یا دکترای در علوم آزمایشگاهی دارم یا فوق لیسانس دارم در فرض کنیم که فلان رشته و میخوام برم تاریخ بخونم، میخوام برم روانشناسی بخونم، میخوام تدریسی بدم برم نقاشی بخونم، تئاتر بخونم. اینا چی رو نشون میده؟ اکثر اینا وقتی که آدم مداقبشون میکنه، اگر نگم 100%، اکثرشون استعدادهای خیلی بالا داشتن، آیکیوی بالا داشتن، پدر و مادر گفتن خب بچه که آیکیوی بالا داره این باید یا پزشکی بخونه یا مهندس. بعد فرستادن اینا مهندسی یا پزشکی یا رشته های وابسته مهندسی پزشکی خوندن و هیچ در نظر نگرفتن که اونی که بچهشون رو به رضایت خواهد رسون اینه که به دنبال عشق اولا و استعداد ثانیا، به دنبال این دوتاش باید بره و باید ببینه که به چه رشته‌ای بیشترین عشق رو داره و در چه رشته‌ای بیشترین استعداد داره، باید بره تو اون رشته، نه اینکه به صرف اینکه آیکیوش از 110 بالاتره و 130، 140، 150 است این که حتما بچه هم باید پزشک بشه یا مهندس بشه. فقط بچه ای رو راضی میشم که بره ادبیات فارسی بخونه یا ادبیات انگلیسی بخونه یا جغرافیا بخونه یا تاریخ بخونه که بفهمم آیکیوش دیگه از 100 پایین تره، خب اونو دیگه چاره ندارم میفرستمش بره رشته های علوم انسانی بخونه. اما اگه آیکیوش از 110 بالاتره که آدم مگه بچه‌شو از سر راه پیدا کرده، این حتما میذاره بره مهندس بشه. اکثریت قریب به اتفاق افرادی که لااقل به خود من رجوع میکنن و اینا از دانشگاه های و از دانشکده های و از دپارتمان های که استعداد های بالا رو جذب میکنن فارغ التحصیلن، ولی الان ناراضی هن، دلشون میخواد برن حتی مثلا دانشجوی دکتری حاضر بره لیسانس شروع کنه در رشته علوم انسانی، بره تئاتر بخونه فرض کن. خب چرا؟ بدانی که پدر و مادرش اینو نمیفهمیدن که آیکیو نوع تحصیل رو تعیین نمیکنه. بچه‌تون آیکیوش بالاست نشون نمیده که پس بچه‌تون باید فلان رشته رو بخونه و اگه آیکیوش پایینه پس باید بهمون رشته رو بخونه. اینو نمیفهمیدن، یعنی یه چیزی که مثل بدیهیاته واقعا نمیفهمیدن و نمیفهمیدن که مهمترین چیز عشقی است که یک انسان داره به یک مثلا رشته تحصیلی و بعد در میان اونایی که به یک اندازه عشق بهشون داره استعدادش رو در نظر بگیریم که استعداد چی رو بیشتر داره. از این نظر تا وقت آموزش پرورش ما اینطوره، نه فقط نیاز به این آموزش های حاشیه‌ای برای کودکان داره، عین این آموزش ها رو برای پدران و مادران این کودکان هم نیاز. چون خیلی وقتا کسان من رجوع میکنن که بچه همون میاد پیش شما ولی این تو رو خدا بهش نگید که فلان بکنه، بذارید همین رشتهی که میره رو بره، چون هنوز هم بر همون دوگمای خودشون باقی هم، بر همون جذب خودشون باقی هم
که بچه هم بذارید همون پزشکیشو بخونه، بذارید همون فلان بشنشو. این نکته اول. مطلب بعدی که میخوام بعد از این بگم اینه که و اگر برگردیم به دیدگاه ارسطو و از اون دیدگاه استفاده کنیم برای مقصود خودمون، اون وقت به نظر من میاد خیلی روشن برای ما میشه که چرا این آدم ها ناراضی هست. ببینید ارسطو اولین بار در فلسفه مسئله رو طرح کرد و اون مسئله مقایسه. اون مسئلهش این که مقایسه کی امکان پذیر؟ اگر دو نوع بیسکویت گذاشتن جلوی من چگونه با این دوتا رو با هم مقایسه کنم و یکی از این دوتا که بهتره رو انتخاب کنم؟ اگر دوتا صندلی به من پیشنهاد کردن که روش بنشینم، اینا چجوری با هم مقایسه کنم که روی کدامش بنشینم؟ و به همین ترتیب اگر بنا شد دوتا گربه بخرم، کدومشونه بخرم؟ میکنیم. و اگه بنا شد که با از خودم که دو تا پسر یا دو تا دختر هر دو خواستگار منن، من با کدوم از دو تا پسر یا با کدوم از دو تا دختر که میتونم باشون ازدواج کنم ازدواج کنم؟ مقایسه در زندگی لابدمه پدیده بسیار بسیار اجتناب ناپذیری. شما باید همیشه در زندگی مقایسه کنید. زندگی در واقع در هر گامش آدم بر سر یک دوراهی یا سراهی یا انراهی قرار میگیره. از وقتی که میخواید یک جفت کفش بخرید تا وقتی که میخواید ازدواج کنید تا وقتی که هر چی. بنابراین از مقایسه چاره ای نیست. اما این مقایسه برای اینکه عقلانی باشه باید چجوری صورت بگیره؟ من بین دو تا بیسکویت، بین دو تا نوشابه چجوری انتخاب بکنم؟ اینجا بود که ارسطو نظریه پیش کشید و اون این که گفت وقتی که دوتا چیز رو میخواید با هم مقایسه کنید و بحث او البته همطور که انتظارم میره بحث درباره مقایسه هم نام هاست. من بیسکویت ها رو میتونم با هم مقایسه کنم، بیسکویت رو با کتاب نمیتونم مقایسه کنم. راجع میکنید؟ من صندلی رو با صندلی های دیگه میتونم مقایسه کنم، من صندلی رو نمیتونم با میکروفون مقایسه کنم. بنابراین ارسطو این بحث رو در فلسفه پیش کشید که شما اگر بخواید مقایسه کنید دو تا چیز همنام را یا در میان این تا چیز همنام بخواید یکشون انتخاب بکنید، عقلانیت این مقایسه به چیه؟ جوابی که ارسطو میداد همون جوابیست که الان در آموزش پرورش ما باید بهش توجه بکنیم و اون اینه که ایشون میگفت تا شما کار کرده یک شیء را ندانید نمیتونید بین مصادیق اون شیء مقایسه انجام بدید. یعنی اگر دو تا کارت گذاشتن جلوی شما و گفتن این کارت بهتره یا اون کارت بهتره، اول باید بفهمید کار ویژه کارت ها چیه. راجع میکنیم؟ کار ویژه کارت اول باید تشخیص داده بشه که کارد ویژه کارد مثلا بریدنه. اگر فهمیدیم که خیشکاری یا به تعبیر کارد ویژه یا به تعبیر قدیم ترش کار کرده ویژه کارد بریدنه، اون وقت میتونم بگم این کارد بهتر از این کارده چون بهتر میبرد و اون کارد بدتر از این کارده چون بدتر میبرد. اگر به من گفتن که دو تا یخچال رو با هم مقایسه کن، من اول باید خیشکاری یا کار ویژه یه یخچال رو بدونم، اون وقت میفهمم که حالا این یخچال از این یخچال بهتره یا این یخچال از این یخچال بهتره. اگر واقعا من ندونم اصلا یخچال کار ویژهش چیه، خیشکاریش چیه، کار اختصاصیش چیه، چجوری میدونم دو تا یخچال رو با هم مقایسه کنم؟ وقت مثل بچه‌ها رو اگه تو یخچال بهشون نشون دادید و گفتید که مامان کدومشو بخریم، یه نگاهش میکنه اون که قشنگتره رو میگه اینو بخر، چون خبر نداره که کار ویژه یخچال اینه که چیزهای گرم رو سرد کنه و چیزهای سرد رو سرد نگه داره.
وقتی من بفهمم کار ویژه یخچال اینه و حالا میگم در میان این سه تا یخچال، این انت یخچال، اون که بهترینه، اونه که بهتر از بقیه میتونه چیزهای گرم و سرد کنه و چیزهای سرد رو همچنان سرد نگه داره. به همین ترتیب در واقع هر شیء دیگه. بنابراین کارکرد یا به تعبیر دقیق ترش کارکرد ویژه، خیشکاری، ویژه‌کاری تا تشخیص داده نشه مقایسه عقلانیت نداره. ما باید اینو بفهمیم تا بفهمیم آیا این نوشیدنی بهتره یا اون نوشیدنی، این بیسکویت بهتره یا این بیسکویت. اگر من بفهمم کار ویژه بیسکویت چیه، اون وقت میتونم بگم این بیسکویت از این بیسکویت بهتره یا بالعکس. حالا در اشیاء صناعی کار ویژه مشخصه، در اشیایی که بشر به دست خودش میسازه کار ویژه خیلی مشخصه. مثلا صندلی که یک ترکیب صناعی داره، یک شیء صناعیه یا به تعبیر ماها یک شیء مصنوعیه ساخته دست بشره، این کار ویژهش مشخصه. بخواییم ببینیم کار ویژهش چیه، باید ببینیم چه کمبودی در زندگی بشر وجود داشته که بشر با ساختن صندلی میخواسته اون کمبودو برطرف کنه. اون کمبودی که تشخیص دادید کار ویژه عرض میکنم که صندلی رو تشخیص دادید. بشر در واقع به تجربهش فهمیده بود که اگر مرتفع از زمین بنشینم اولا و به صورتی هم بنشینم که بدن هم دو تا زاویه قائمه تشکیل بده، این خستگیم از همیشه کمتر خواهد. یا تجربه تاریخی بشر به اینجا رسید که بهترین طرز نشستن اینه که آدم مرتفع از زمین بنشینه و اونم به طرز نشینه که دو تا زاویه قائمه بدنش بسازه. بعد جستجو کردی تو طبیعت چون چیزی وجود نداره که آدم بتونه بر روی اون بنشینه که مرتفع از زمین قرار بگیره و بدنش دو تا زاویه قائمه بسازه. ما خب از صندلی رو ساخت چون دیگه وجود نداشت به صورت پدیده طبیعی حاضر و آماده. بنابراین حالا دیگه ما میفهمیم که کارکرد ویژه صندلی امکان نشستن با دو زاویه قائمه و مرتفع از زمینه. حالا دیگه اگه دو تا صندلی بخوام ما مقایسه کنم، میتونم مقایسه کنم ببینم در این جهت کدومشون موفق تره. اما در اشیاء طبیعی چه؟ ما در یخچال مشکلی نداریم، در صندلی مشکلی نداریم، اما در گربه ها چی؟ گربه ها موجودات صناعی نیستن، موجودات طبیعی هستن. اینو بس کجا بفهمم کار ویژه‌اش چیه؟ دقت میکنیم؟ اینجا بود که روش پیشنهادی ارسطو اون استحکام روش پیشنهادیشو در نداشت. روشش همینه ها، ما باید کار ویژه رو بفهمیم، اما اینکه کار ویژه رو چجوری بفهمیم در امور مصنوع خیلی آسان تره تا در امور طبیعی. مؤدای سخن ارسطو این بود که اگر میخواید کار ویژه یک موجود رو بفهمید، ببینید که طبیعت چه توانایی یا دانایی به این موجود داده که به هیچ موجود دیگه نداده. اون اینو از راه امور طبیعی رو از این راه میفهم. توجه میکنیم چون امور صناعی رو ما خودمون ساخته ایم، میفهمیم برای چی ساخته ایم، اما امور طبیعی رو که خودمون نساخته ایم. حالا ببینیم طبیعت این موجود رو وقتی ساخته چه دانایی یا توانایی به این داده که به بقیه موجودات این دانایی و توانایی رو نداده. اون میشه کار ویژه این موجود. در مورد انسان مصداقش رو خود ارسطو عقلانیت تشخیص داده بود. میگفت من استنباط هم اینه به عنوان یک زیست شناس، چون میگه ارسطو در درجه اول زیست شناس بود، در درجه دوم فیلسوف بود. میگفت من به عنوان یک زیست شناس میبینم عقلانیت فقط اختصاص به انسان داره، بقیه حیوانات و دیگه به طریق اولا نباتات و به طریق اولا جمادات عقلانیت درشون وجود نداره. عقلانیت یک نوع دانایی و توانایی است که اختصاص به انسان ها داره. اون وقت اون عقلانیتی که به دانایی مربوط میشد اسمش رو میگفت عقلانیت نظری، و اون عقلانیتی که به توانایی مربوط میشد بهش میگفت عقلانیت عملی.
حالا در واقع انگار دیگه کارکر تشخیص داده شده. حالا میشد وقتی میگن حسن و حسین رو با هم مقایسه کن، بگم ببینید کدام عقلانیت بیشتر داره، چون فرض بر این بود که کارکرد ویژه انسان عقلانیتشه. حالا میتونستم بین حسن و حسین، بین زهرا و زهره مقایسه کنم که کدومشون بهتر است. خب از این بیان یک نتیجه هم برمیاد و اون این که خوب و بد هیچ وقت بدون اضافه قابل تعیین نیستن. نمیشه بگیم این خوبتر است یا این، باید بگیم این انسان خوبتری است یا این انسان بدتری است. توجه میکنید این ساختمان خوبتری است یا ساختمان بدتر. به تعبیر دیگر خوبتر و بدتر بدون موصوف اصلا معنا نداره. زهرا و زهره را اگر گفتید که کدوم خوبترند، باید بگیم چی رو شروع میگید خوبترند؟ انسان خوبتری هند؟ یا دونده خوبتری هند؟ راجعون بگیم تو اون انسان رو مشخص نکنی، من تا مقایسه‌شون کنم. اول باید ببینم که اگر به لحاظ انسانی میگید، اون وقت کارکرد انسان رو تشخیص بدم، بعد نمی این کارکرد در کنومشون به صورت بیشتری وجود داره. بنابراین به تعبیر دستور زبان نویسان، از نظر ارسطو صفت خوب و بد و صورت‌های تفضیلی و عالی این دوتا، یعنی خوبتر و بدتر و خوبتری و بدترین، اینا صفات اسنادی نیستند، فقط صفات وصفی هستند. یعنی باید یه موصوفشون رو مشخص کنی، باید بگید این آب بهتری است از اون آب. نمیتونی بگی دو تا شیر اصلا بگی کدومشون خوبترن و کدومشون بدترن، نه، چون اول آب بودن رو ملحوظ بکن تا بعد کارکرد ویژه آب رو بفهمم، تا بفهمم این آب بهتریست. به تعبیر دیگری صفت خوب و بد دو تا صفتی هم که باید یک موصوفی بهشون نسبت بدیم و بعد بر اساس اون موصوف مقایسه رو انجام بدیم. اینا میکنیم. بنابراین اگر یک کسی دو تا انسان رو گذاشت رو بروی شما، اگر گفت ببینید کدام انسان بهتری هست، یه جواب میدید. اگر گفت کدام دو تا از این دو تا دونده بهتری هست، یه جواب دیگه میدید. اگر گفت کدامی که از این دو تا مصرف کننده بهتری هست، یه جواب سوم باید بدید. چرا؟ چون بهتر و بدتر بسته به کارکرده و کارکرد مصرف کردن غیر از کارکرد دویدنه و کارکرد دویدن غیر از کارکرد خود انسانیت. این سخن که ما باید ببینیم اختصاصاً این موجود چه دانایی یا توانایی داره، اونو بهش بگیم کارکرد ویژه این موجود طبیعی، و موجودات طبیعی که همشون این اسم برشون اطلاق میشه، اینو باید بر این اساس مقایسه. این رأی فرعی ارسطو الان مورد قبول دیگه نیست و حالا میخوام این عرض میکنم. پس تا اینجا خلاصش چی شد؟ خلاصش این شد که ارسطو میگفت که در مقایسه اگر بخواهید عقلانیتی داشته باشید، باید بفهمید که این دوتا چیزی رو که مقایسه میکنید از چه جهت با هم مقایسه میکنید، و علاوه بر این باید بفهمید اون جهت کارکرد ویژه‌اش چیه. اون وقت ببینید کدوم یکی از این دوتا اون کارکرد ویژه رو بیشتر دارن، اونو بگید بهتر، و کدام اون کارکرد ویژه رو کمتر دارن، اونو بگید بدتر. این نکته اوله. نکته دومی هم که میگفت این بود که کارکرد اشیاء صناعی را با کارکرد اشیاء طبیعی ما از دو راه میتونیم تشخیص بدیم. این سخنش هم درسته. کارکرد اشیاء صناعی رو از این راه میفهمیم که ما برای چه این اشیاء صناعی رو تولید کردیم؟ ما مگه بدون زبان چه مشکلی داشتیم که زبان اختراع کردیم؟ بدون کالسکه چه مشکلی داشتیم که کالسکه اختراع کردیم؟ بدون حکومت چه مشکلی داشتیم که حکومت اختراع کردیم؟ این اشیاء صناعی رو خودمون میفهمیم کارکردشون رو از این راه که چه جای زندگیمون کمیتش لنگ بود که حکومت درست کردیم،
یا اخلاق درست کردیم یا فلان درست کردیم یا بهم. توجه میکنیم، میدونیم که این ساخته های صناعی هم بعضیشون ساخته های صناعی مادی هم، مثل وقت صندلی درست میکنیم و یخچال، بعضی ساخته های صناعی غیر مادی هم مثل وقتی حکومت درست میکنیم. حتما اینجا کمیته زندگی اون لنگ بوده که یه چیزی به نام حکومت درست کردیم، یه چیزی به نام خط درست کردیم، یه چیزی به نام زبان درست کردیم. اما من گفت در اشیاء طبیعی از اون راه نمیتونیم بفهمیم، چون تو اشیاء طبیعی ما نبودیم که ساخته باشیم اینا رو که بگیم خب حتما یه نقصی داشته زندگیمون و به خاطر اون نقص اینو ساخته ایم، پس ببینیم اون نقص چی بوده و کارکرد رو از اون راه بفهمیم. و اونجا میگفت که شما به دانایی و توانایی ویژه این موجود توجه کنید. این موجود چه دانایی و توانایی ویژه‌ای داره؟ اینات میکنید؟ از اینا. این آخرین نکته محل اجماع نیست دیگه الان، که ما برای کار کرده ویژه موجودات طبیعی باید ببینیم چه دانایی و توانایی اختصاصی موجود داره، که وقت در مورد انسان جوابش این باشه که چیه؟ عقلانیه. خب حالا چی باید بکنیم؟ اون چیزی که الان به جای این آخرین نکته نشوندن اینه که ما برای انسان نمیتونیم دانایی و توانایی اختصاصی تعیین کنیم و نمیتونیم اون دانایی و توانایی اختصاصی رو عقلانیت بدیم. ما اصلا روشمون این نباید باشه که دانایی و توانایی اختصاصی رو بفهمیم. خب حالا چی کار بکنیم؟ ببینید که این موجود کی خوشنود است از موجودیت خودش. هر وقت از موجودیت خودش خوشنوده این معلوم میشه کارکرد ویژه‌اش محقق، و هر وقت از موجودیت خودش خوشنود نیست کارکرد ویژه‌اش محقق نیست. توجه میکنیم؟ گربه هم همینجوره ها. گربه هم اگر دیدید خوشنود نیست یک مشکلی در یک جایش پدید اومده. خب حالا این که گربه ها رو از کجا میفهمیم، اسبا رو از کجا میفهمیم، اون داستان دیگه‌ایه. ما برگردیم به بحث خودمون. بحث اینه و از زمان کانت به این تو، البته این دیدگاه اولین بار اسپینوزا بیان کرده ولی در کانت روش پیدا کرده. اگر میخواید ببینید آیا در میان دو تا انسان کدام انسان بهتری هن، ببینید کدام از وضع خودش به تمام معنا خوشنود تره. اونی که به تمام معنا خوشنود از وضع خودش، این انسان بهتری. توجه میکنید به جای دانایی و توانایی اختصاصی برید به دنبال عمق خوشنودی. هرچه عمق خوشنودی بیشتره معلوم میشود که تو به کارکرد ویژه نزدیک تری، و هرچه عمق خوشنودی کمتره تو از کارگرد ویژه دورتری. ما از زمان اسپینوزا و دیگه علی خصوص از زمان کانت تو تعلیم و تربیت اینو میفهمیم که ببینیم آدم ها عمق خوشنودیشون چقدر. هرچه عمق خوشنودیشون بیشتره این در واقع به کارگرد خوش نزدیکتره. اون وقت حالا غرض آموزش پرورش این میشه باراوردن انسانی که بیشترین عمق ممکن خوشنودی رو در زندگیش داره. ما باید به دنبال باراوردن انسانی باشیم که این بیشترین، یعنی در واقع به زبان حال گویا پدر و مادر وقتی بچه‌شون رو میارن به شما تو مهد کودک تحویل میدن در سن 2 سالگی و بعد در 32 سالگی اون رو تحویل میگیرن به فرض، انگار به زبان حال به شما گفتن که ای معلم، ای مربی، ای نظام آموزش پرورش، نه فقط وزارت آموزش پرورش، نظام آموزش پرورش، نهاد آموزش پرورش، تو این بچه 2 ساله منو بگیر، میخوام در 32 سالگی چیزی تحویل من بدی که این بیشترین خوشنودیه از زندگی رو داشته باشی. البته تعبیر بیشترین تعبیر دقیقه نبود، تعبیر عمیق‌ترین تعبیر دقیقی که قبلا به کار بردم. من میخوام عمیق‌ترین خوشنودی ممکن رو این بچه‌م داشته باشه. پس آموزش پرورش موفق آموزش پرورشی است که به فارغ التحصیلانش، اونایی که بعد از اتمام فرایند به عنوان فراورده آموزش پرورش عرضه میشن، اینا
عمیق‌ترین خوشنودی ممکن رو داشته باشم. پس من الان میتونم نظام‌های آموزش و پرورش رو از این را با هم مقایسه کنم که کدومشون انسان‌های خوشنودتر، یعنی دارای خوشنودی عمیق‌تری تحویل میدن کسانی، و چه نظام‌های آموزش و پرورشی خوشنودی کمتر و باز هم کمتر و باز هم کمتر میدن. خب غرض اینه پس که آموزش پرورش میخواهد کارکرد انسانی خاص ما رو به حد اکثر ممکن در ما به تحقق برسونه، یعنی از حالت بالقوگی به فعلیت برسونه. درسته؟ خب اگر اینطور باشه وقت نظام آموزش پرورشی مثل نظام آموزش پرورشی ما الان ناموفق هم، چون اصلا نمیتونه کار انجام بدن. فقط و فقط و فقط یک کار تونستن بکنن، مرا دارای تخصص در یک رشته علمی یا هنری و یا فنی کردن. از اینجا میپردازم به نکته سومی که میخواستم از کنم، و اون نکته سومی در آموزش پرورش باید خوشنودی عمیق از زندگی این مطمح نظر باشه، و بعد باید ببینن این خوشنودی عمیق از زندگی کی حاصل میاد. بعد این نوابگان رو، این متعلمان رو، این متربیان رو دارای اون مؤلفه هایی کنن که وقتی در هم میتنن و با هم جمع میشن یه انسان عمیقا خوشنود از زندگی عرضه میکنه. خب حالا این تئوری های مختلف اینجا پیش میاد که این خوشنودی عمیق از چه راه هایی حاصل میاد. به نظر میاد دو تاش اجماعی که آدمی از زندگی خودش عمیقا خوشنوده که دو تا مؤلفه رو لااقل داشته باشه. حالا در باب مؤلفه سوم، مؤلفه چهارم و مؤلفه های دیگه خب الا ماشاءالله اختلاف نظرهای وجود داره، ولی الان که من دارم با شما صحبت میکنم این دو تا دیگه اجماعی. حالا الفاظش ممکنه فرق بکنه در ترمینولوژی متفکران مختلف، در ترمینولوژی عالمان اخلاق مختلف یا متخصصان تعلیم و تربیت مختلف. یکی این که کمترین درد و رنج ممکن رو من باید تو زندگی داشته باشم تا از زندگیم خوشنود باشم. در توجه میکنیم به صورت سلبی بیان کنیم دقیق تره، به جایی که بگیم بیشترین لذت ممکن بگیم کمترین درد و رنج ممکن، یعنی جنبه سلبیش رو بیان کنیم دقیق تره بیان کنیم. همینطور که غیر متخصصان تعلیم و تربیت هم اینو تذکر دادم که اگر این جنبه رو با درد و رنج کمتر بیان کنید بهتر از اینه که با لذت بیشتر بیان کنید. مثلا استدلال پوپر خیلی معروفه در اینجا که میگفت به جای اینکه بگیم لذت هرچی بیشتر بگیم درد و رنج هرچی کمتر. حالا میخوام وارد بحثش بشم که چرا. توجه میکنید این اولین مؤلفه خوشنود شدن من تو زندگی اینه که کمترین درد و رنج ممکن را. اگر دقت بکنید این یک پیش‌فرض داره که بدون درد و رنج زندگی امکان پذیر نیست، بنابراین میخوایم فتیله درد و رنج به پایین ترین حد ممکن کشیده بشه، اما نمیگیم به صفر، چون فرض بر اینه که درد و رنج گریز ناپذیره در زندگی. اگر این پیش‌فرض رو نداشته باشید که اصلا باید بگید خوشنودی عمیق در زندگی از آن کسی است که به عنوان مؤلفه اول اصلا درد و رنج نداشته باشه. ولی همچنان که فرزانگان نشون دادن، فیلسوفان نشون دادن، عارفان نشون دادن، دل زندگی بدون درد و رنج که درد و رنج صفر باشه به معنی دقیق ریاضی امکان پذیر نیست. بنابراین بگیم به کمین رساندن درد و رنج، به مینیموم رساندن درد و رنج. توجه کنید کاش میشد که به صفر برسه، ولی به صفر نمیرسه. بودا اول بار کسی بود که نشون داد به صفر نمیرسه، ولی گفتن به کمتر حد ممکن میشه برسه. شما اگر دقت بکنید شوپنهاور که اول فیلسوف غربی است که تحت تاثیر عمیق بوداست و بعد از طریق شوپنهاور غرب و با بودا آشنایی پیدا کرد، دوستان میدونن تا قبل از ظهور شوپنهاور اصلا در فرهنگ غرب هیچ آشنایی با بودا وجود نداشت. بعد که عمق تفکر بودا رو شوپنهاور نشون داد و اینقدر گرایش بود به آشنایی با بودا و آشنایی با این
متعارف شد. در آغاز کتاب حکمت زندگیش که به زبان فارسی هم ترجمه شده و ترجمه خوبی هم داره، ببینید اونجا در همون صفحه آغازی میگه من فکر نکنید که در باب حکمت زندگی که نوشتم دست از نظریه اصلی برداشتم. نظریه اصلی اینه که درد و رنج اجتناب ناپذیر، ما راهی جز این که در زندگی درد و رنج بچشیم نداریم. بنابراین اون نظریه حالا بدبینانه به تعبیر یا به تعبیر تراژیک اون سر جاش باقیه. اما میگم با این همه میشود با درد و رنج کمتر زیست. آنچه من در این کتاب میگم برای اینه که بکاهیم از درد و رنج، وگرنه بدون درد و رنج امکان نداره زندگی، زندگی بشری. حالا اینو یه وقت شما میگید دیدگاه بدبینانه، هم که بسیار از شاعرانش اون ها گفتن، یه وقت هم میگید نه، یکی از وجوه تراژیک زندگی اینه که زندگی بدون درد و رنج محال. این اما این که فتیله درد و رنج تا میشه پایین کشیده بشه تو زندگی، این خدمت مرز کنم که یک نکته است. همون نکته دوم، نکته دوم با نکته اول فرقش اینه که در اینجا من میخوام کمترین درد و رنج رو بکشم، در نکته دوم میخوام کمترین درد و رنج رو بدهم به دیگران. خوشنودی زندگی من وقتی که من کمترین درد و رنج رو به هم نوعان خودم بدهم. اولی رو که یک امر روانشناختیه ازش تعبیر میکنم به مؤلفه خوشی زندگی، و دومی رو که یک امر اخلاقیه ازش تعبیر میکنم به مؤلفه خوبی زندگی. ممکن اصطلاحات فرق میکنه ولی معدای سخن یکی این که میخوام به لحاظ روانشناختی کمترین درد و رنج ممکن را، یا به تعبیر نادقیق ترش بیشترین لذت ممکن رو عائد خودم کنم، و یکی این که میخوام کمترین درد و رنج رو به دیگران از ناحیه زندگی وارد کنم. این دومی زندگی منو خوب میکنه، اولی زندگیم رو خوش میکنه. این دومی اخلاق زیستن. با اخلاقی زیستن ما میتونیم کمترین درد و رنج ممکن رو بدیم. باز اینم ببینید الان چقدر برای ما بدیهیه که با اخلاقی زیستن کمترین درد و رنج ممکن رو به دیگران بدیم. با این که الان اینقدر بدیهیه، ولی این حاصل صدها قرن زندگی ها که اگر بناست ما کمترین درد و رنج رو به دیگران بدیم، اخلاق لازم می‌کنه. به تعبیر دیگر نهاد اخلاق هم یکی از نهادهایی است که به دست بشر درست شده. پس یک ترکیب باز چی داره؟ سنایی داره و می‌خواسته برای چی درست بشه؟ برای اینکه کمترین درد و رنج ممکن به دیگران برسه. باز کمترین درد و رنج ممکن معناش اینه که شما نمیتونید به هیچ کس درد و رنج وارد نکنید. امکان نداره. نمیتونم من یه زندگی در پیش بگیرم که به هیچ کس درد و رنج وارد نکنم. این امکان نداره. اما میتونم کمترین درد و رنج ممکن رو به دیگران برسونم. این عنصر اخلاقی زندگی خوشنودانه است. حالا چون میکنیم اون عنصر روانشناختیش بود، خوشی و خوبی. حالا اگه اینطور باشه، تا الان دو تا مؤلفه به دست اومده، یکی تحمل کمترین درد و رنج، یکی تحمیل کمترین درد و رنج. تحمل کمترین درد و رنج زندگی من رو میکنه خوش، و تحمیل کمترین درد و رنج زندگی من رو میکنه چی؟ خوب. زندگی من میکنه اخلاق. حالا دو تا مسئله اینجا پیش میاد که اینا خیلی مهمه تو آموزش پرورش ما، که آموزش پرورش نیکویی داشته باشیم. یکی این که خب این دو تا مؤلفه ممکنه همیشه با هم سازگار نباشه. اگر سازگار بودند خیلی عالی بود، ولی آخه همیشه سازگار نیست. یا تو میاد ما دو تا خیلی خوب رو ازش گذشته ایم. یکی اینکه خیلی خوب بود که درد و رنج، تحمل درد و رنج در زندگی بتونه به چی برسه؟ به صفر. یکی هم خیلی خوب بود که تحمل درد و رنج بتونه به صفر برسه. هیچکونش به صفر نمیتونه برسه. اما حالا یک سومی هم داره، و اون که خوشی زندگی هم همیشه با خوبی زندگی هماهنگ نیست.
اینجوریست که خوشی زندگی همیشه منو به همون جانبی سوق بده که خوبی زندگی هم منو به همون جانب سوق بده. گاهی وقتا اگر بخوام زندگیم خوب باشه باید از خوشی صرف نظر کنم، گاهی وقتا اگه بخوام زندگیم خوش باشه باید از خوبی زندگیم صرف نظر کنم. بنابراین حالا اندت تعارض که این تعارض لابد منه گریز ناپذیره، اندت تعارض چیکار باید بکنم؟ خوشی رو بر خوبی مقدم کنم یا خوبی رو بر خوشی؟ یک مشکل در اینجا توجه میکنیم. خب که در اینجا عموم متفکران و متخصصان تعلیم و تربیت میگن ما باید نوباوگان خودمون رو چنان تعلیم و تربیت کنیم که هنگام تعارض خوبی و خوشی، خوبی رو مقدم کنن بر خوشی، یعنی تحمیل نکردن درد و رنج را مقدم کنن بر تحمل نکردن درد و رنج، و اگه لابد من یکی از این دوتا تحمل درد و رنج بکنن ولی تحمیل درد و رنج نکنن. این بیشتر متخصصان تعلیم و تربیت، مگر متخصصان تعلیم و تربیتی خیلی اندکی که اینا میگن خوشی مقدم بر خوشی. اما مشکل دوم اینه که انگار تجارب آزمایشگاهی نشون داده که خوشی و خوبی هم باز کافی نیستن، لازمن ولی کافی نیستن. اینجاست که باید به دنبال مؤلفه چندم بریم، سوم، چهارم، پنجم احیانا، که غیر از خوشی و خوبی تجربه نشون داده که کسانی که خوشند و خوبند بازم خوشنودیشون تمام عیار نیست. اگر خوشنودی عمیقی که میخواستیم رو بخوایم، انگار این دو تا مؤلفه شرط‌های لازمند و شرط کافی نیستن. برای اینکه ما به شرط کافی برسیم انگار یه مؤلفه دیگه هم باید اضافه کنیم، دو تا مؤلفه دیگه هم باید اضافه کنیم، که در باب اون مؤلفه‌های دیگه که باید اضافه کنیم حرف‌های فراوان زده شده. یکی از بهترین نامزدهای این مؤلفه سوم اینه که تو باید زندگیت ارزشمند باشه، به معنای اینکه زندگی به زیستنش ارزیده باشه، و این معنیش اینه که یه کارکردی هم در زندگی داشته باشه. یعنی اگر از کل مواهب هستی یک مصارفی داشته ای، یه تولیدی هم داشته باشه، وگرنه اگه یک موجودی فقط آمد و رفتش به معنای مصرف هرچه بیشتر باشه، این انگار زندگیش باز خوشبودی عمیق درش نیست، مگه اینکه احساس بکنم من در برابر این تولیدها مصارفی که دارم تو زندگی یه تولیداتی هم دارم. اینو بعضی گفتن اینو میکنیم. بعضی به جای این عنصر ولو یه عنصر دیگه نشوندن، ولو گاهی از اونم تبیب ارزشمندی کردن، و اون که گفتن زندگی باید ارزشمند باشه اما نه به معنای کارکرد داشتن، که من یه تولیداتی هم علاوه بر همه این مصرف ها داشته باشم. گفتن من باید آمد و رفتم در زندگی معنادار باشه. ارزشمند رو معنادار گرفتن، نه کارکردار. اینات میکنم. و گفتن باید معنایی داشته باشه، وگرنه حال نهایتش اگه من به شما گفتم که شما زندگیتون 70 ساله که حد اقل تحمل درد و رنج رو دوش داشته اید و حد اقل تحمل درد و رنج رو، ولی شما گفتید و اصلا چه فایده ای داشت حالا؟ بله راست میگی، من کمتری تحمل درد و رنج رو کردم، کمتری تحمل درد و رنج رو کردم، اما اصلا اومده رفتم چه فایده ای داشت؟ یه معنایی باید توی این تزریق بشه تا خوشنودی شما عمق پیدا بکنه. خب حالا این بحثا وارد شدن به بحث الان من رفتی پیدا نمی‌کنه. غرضم اینه که می‌خواستم در این نکته سوم بحثم هم اینو بگم که ما اگر بخوایم خوشنودی زندگی را غایت آنش پرورش بگیریم، این خوشنودی هم باید ببینیم با چه مؤلفه‌های حاصل میاد. مؤلفه خوبیش محرزه، مؤلفه خوشیش محرزه، ولی مؤلفه دوم، سوم، چهارم، پنجمی هم نکنه داشته باشه، اونا رو باید تحقیق بشه و اونا باید جز به اقراض آموش پرورش بیاد. توجه میکنیم، فارغ از اون تعارضی هم که تازه بین خوبی و خوشی اگه پیش بیاد چیکار باید کنم. اما نکته چهارم که میخوام بگم اینه که این خوشنودی عمیق که ناشی از اینه که من احساس میکنم زندگیم خوشه و احساس میکنم که زندگیم خوبه و احتمالاً مؤلفه سومی هم اگه در کار احساسش میکنم و مؤلفه چهارمی که احساس میکنم،
این بیشتر به دست خودمه تحصیل این مؤلفه ها، یا بیشتر به دست دیگر موجودات غیر از منه. این هم نقطه چهارمیست که باید در اینجا بحث قرار بگیره که خب بله، من اگر زندگیم خوش باشه و خوب باشه و احیانا مؤلفه سومی چهارمی اگه هرچه هست اونرم داشته باشه، البته خوشنودی عمیق احساس میکنم، اما تحصیل این مؤلفه هایی که حاصل جمعشون یه خوشنودی عمیق میده، تحصیل این مؤلفه ها به دست منه یا به دست غیر منه؟ اگه به دست من باشه تعلیم و تربیت اصلا معنا داره، ولی اگه به دست من نباشه اصلا تعلیم و تربیت معنا دار نیست. و اگر تا حدی به دست من باشه و تا حدی به دست من نباشه، تا حدی تعلیم و تربیت معنا داره و تا حدی معنا دار نیست. خب اینجا یک نکته خیلی مهم وجود داره. اولا مگه کسانی گفتن به دست خود تو نیست؟ بله، خود تو میدونی از دوران باستان تا زمان ما با تشبث به چیزهای مختلفی گفته شده است که دست خود من و تو نیست. توجه می‌کنی؟ یعنی اینجور نیست که من و تو بتونیم خودمون یه خوشنودی عمیق به خودمون بدیم، حالا مؤلفه‌اش دو تا باشه، سه تا باشه، هر چند تا می‌خواد باشه. بعضی‌ها به یک نوع جبر الهیاتی قائل شدن، درسته؟ اینکه میگم جبر الهیاتی، چون جبر غیر الهیاتی هم داریم، جبر فلسفی هم داریم، جبر روانشناختی هم داریم، جبر جامعه شناختی هم داریم. بعضی به جبر الهیاتی قائل شدن، گفتن بله اصلا همه اینها سلسله جنبانش خداست، نه خود من مصطفی. این که من خوشنودی عمیق احساس بکنم یا نه، یعنی این که زندگیم خوب باشه یا نه، زندگیم خوش باشه یا نه، مؤلفه‌های دیگه اگه هستن داشته باشه یا نه، این به خودم بستگی نداره، به اراده الهی بستگی داره. حالا این اراده الهی رو به صورت‌های مختلفی بیان می‌کنن. گاهی میگن قضا و قدر، گاهی میگن همه چیز به عنایت الهی بازبسته است. به جای تعبیر قضا و قدر بحث عنایت الهی رو طرح می‌کنن. توجه می‌کنید؟ گاهی حتی قضا و قدر الهی هم گفته نمیشه، گفته میشه سرنوشت، اما گفته نمیشه این سرنوشت رو کی نوشت، اما گفته میشه سرنوشتی هست. توجه میکنیم؟ و نظریه تقدیرگرایی و سرنوشتگرایی پیش میاد. خب اینا اگر به جد اینجور باشه داستان، اصلا تعلیم و تربیت معنادار نیست دیگه. یعنی تعلیم و تربیت کار عبث، کار لغوه، معنادار نیست، یعنی عبث، یعنی لغوه، یعنی بیهوده است. این یک جبر. یک جبر دوم ممکنه کسی قائل باشه که اونم قائلانی داشته، و اون جبر فلسفیه، نه جبر الهیاتی. اصلا بحث خدا هم در کار نیست. بحث اینه که هر پدیده‌ای در جهان این علتی داره. اگه علتش پدید بیاد، اون پدیده وجود میاد، و اگه علتش پدید نیاد، اون پدیده نمیتونه وجود بیاره. و اون علت هم خودش یه پدیده است. پس اونم یه علتی داره که اگه پدید بیاد پدید میاد، اگه پدید نیاد پدید نمیاد. اون علت هم با خودش یه پدیده است، و بنابراین اصلا رشته دست ما نیست. یک نظام علی و معلولی را افتاده، ما هم یکی از گرهگاه های نظام علی و معلولی. حالا اگر اون نظام جوری راه افتاده باشه که گرهگاهی است که اسمش مصطفی است خوشنود باشه از بودنش، مصطفی خوشنود خواهد بود از بودنش، و اگر اون سلسله به صورتی سامان پیدا کرده باشه که یکی از این گرهگاهاش که اسمش مصطفی است از زندگی خودش خوشنود است، خوشنود نیست در واقع. اینجا در واقع یک نوع نظام علی و معلولی فلسفیه. لزوم هم نداره کسانی که به این قائلن به وجود خدا قائل باشن، اصل و عبدا. فقط قائل باید قائل باشن به اصل علیت، و قائل باشن که هیچ ممکن وجودی جز با تحقق علتش محقق شدنی نیست. همینی که قائل باشن دیگه به خدا برسن به خدا نرسن، به هر حال باید این جبر رو پذیرفت. گاهی هم یک جبر روانشناختی پذیرفته میشه.
که جبه فلسفی هم نیست، متعین‌تر از جبه فلسفیه. متعین‌تره به این معنی که انگوش رو عامل میذاره. و اون این که آقا هر انسان یک ساختار جسمانی ذهنی روانی داره و نمیتونه مطابق اون ساختار عمل نکنه، پس این اون ساختار، اون که اقتضای ساختارشه عمل میکنه. و چون هر عملی هم نمیتونه عکس العمل نداشته باشه، هستی هم نسبت به اون عملش عکس العمل نشون میده. حالا این عکس العمل ممکنه چنان باشه که من از زندگیم خوشنود باشم، ممکنه چنان باشه که من از زندگیم خوشنود نباشم. بعضی از اشاعره ما اون آیه قرآن رو که کلون یعمل و علا شاکلته به همین معنی میگرفتن دیگه، و از همین جایی که اون جبر روانشناختی، اون شاکله که اونا میگفتن همون چیزی که ما امروزش میگیم ساختار سایکوسوماتیک آدمی، که هر کدوم از اون یک ساختار جسمانی ذهنی روانی داره، نمیتونیم خلاف مقتضیات این ساختار عمل کنیم، پس مطابق مقتضیات این شاکله و ساختار عمل کنیم. از اون طرف هم هر عملی در جهان عکس العمل متناسب با خودشه. پس وقتی من این عمل میکنم، جهان هسته بیا عکس العمل متناسب با عمل من نشون میده. این عکس العمل ممکنه خوشنودی به من بده، ممکنه ناخوشنودی بده. چون عکس العمل تابع عمله و عملم تابع ساختاره و ساختار در اختیار من نیست، پس خوشنود شدن یا خوشنود نشدن هم در اختیار خود من نیست. اینا یک دیده در واقع روانشناختی. و یک دیدی که گاهی بهش میگن دید جامعه شناختی، مثل مثلا گروه هیچ تعبیر جبر اجتماعی رو به کار میبرد، و بعضی هم بهش مثل مارکس و مثل هگل بهش جبر تاریخی میگن، ولی به هر حال عنصر جامعه شناختی درش موثره. دقت میکنید گروه هیچ با اینکه خودش گرایش های مارکسیستی داشت، ولی تعبیر جبر تاریخی رو نمیپسندید به جهتی جبر تاریخی که هگلیان میگن و شاگردان چپ هگل مثل مارکس هم بیشتر بهش تاکید میکنن. اون میگفت جبر اجتماعی، ولی امروز گاهی هم جبر اجتماعی میگن، گاهی هم جبر تاریخی، ولی به هر حال ماهیت جامعه شناختی داره. و اون اینه که ما هر کدوممون در یک محیط طبیعی به دنیا میاییم، اقتضاعات اون محیط طبیعی لابد در ما ظاهر میشه. اگر من در یزد به دنیا بیام، تا اینکه در رشت به دنیا بیام، یا تا اینکه در بندر عباس به دنیا بیام، یا در تهران به دنیا بیام، یا در توکیو به دنیا بیام، یا در عرض میکنم که کازابلانکا به دنیا بیام، بسته به اقلیمی که من درش به دنیا میام نمیتونم متاثر نشم از اقتضاعات اون اقلیم طبیعی. این همین هم در باب اقلیم اجتماعی هم میشه گفت. من در یک اقلیم اجتماعی به دنیا میام، اقتضاعات اون اقلیم اجتماعی، من یک انسان خاصی. یعنی همینطور که اگه در یزد به دنیا بیا فرق میکنه تا وقتی در رشت به دنیا بیام، تو خود همین یزدم اگه در این خانواده ثروتمند دنیا بیام خیلی فرق میکنه در این خانواده فقیر به دنیا بیام. اگر پدرم استاد دانشگاه باشه، مادرم استاد دانشگاه باشه، خیلی فرق میکنه که پدرم عرض کنم که رفتگر باشه، مادرم رخشوی باشه، مسلما فرق میکنه. و الا ماشاءالله امور دیگه. ما دو اقلیم داریم که احاطه کردن ما رو، یکی اقلیم تاریخی، اقلیم جغرافیایی، یکی هم اقلیم اجتماعی مونه. حالا اقلیم اجتماعی میخوای بهش بگی جامعه شناختی، بگیم میخوای بگی تاریخی هم بگی. اومد من که نمیتونم از اقتضاعات این دو تا اقلیم بگریزم، و طبعا من چنان بار میام که منو میپرورند، راجع میکنیم کی میپروره؟ اقلیم اجتماعی میپرورم. همون که اقلیم طبیعی و اصالت خودش رو پوست بدن من، رنگ بدن من و همه چیز میذاره، خب اقتضاعات اونم هست. اینا یک نوع، باز یک نوع جبر، یک نوع جبر جامعه شناختی. اگر این جبرها واقعا جبر باشن، معنیش اینه که تعلیم و تربیت کار عوضی، اصلا معنادار نیست تعلیم و تربیت. اما اگر گفتیم که هیچ کدام از اینها به مرحله جبر نمیرسن، نهایتاً به معنی اقتضا میرسند، به تعبیر فلسفی اقتضا پایین‌تر از جبر. اقتضا فقط راه‌های پیش روی تو رو کمتر میکنه، اما به یک راه منحصرش نمیکنه. وقتی تو به جبر میرسی که راه‌های پیش روت از بی‌نهایت بشه چند تا؟ بشه یک. اما اگر از بی‌نهایت راه‌های پیش روی من کمتر شد اما به یک نرسی، وقت میگن تو اقتضاعات
جامعه شناختی، اقتضاعات روان شناختی، اقتضاعات فلسفی، اقتضاعات الهیاتی در تو مؤثرن. اقتضاع یعنی تعداد راه های پیش روی تو کمتر میشه فقط، اما یکی نمیشه که جمع میشه. خب اگر به این قائل شدیم، وقتی که تعلیم و تربیت معنادار میشه، آموزش پرورش معنادار میشه، به میزانی که ما از جبر دور بشیم، توجه میکنیم، و به اقتضا نزدیک بشیم، و به میزانی که اقتضاعات کمتر و کمتر و کمتر بشن، اهمیت آموزش پرورش بیشتر 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 میشه. بسته به اینه که از اون سر طیف که جبره تا اون سر طیف که آزادی کامله ما کجای طیف قرار بگیریم. خب امروز در واقع با اینکه به لحاظ فلسفی انگار نمیشه جبر رو رد کرد، ولی تقریبا فهم عرفی هیچ انسانی فهم عرفی جبر کامل نیست، و از نظر هیچ انسانی نگفته تعلیم و تربیت هیچ تأثیری نداره. یعنی لااقل منتالیته انسان مدرن، ذهنیت انسان مدرن، کمیابیش برای ما آزادی قائله، و بنابراین کمابیش برای تعلیم و تربیت فلسفه وجودی قائله، معنا قائله، یعنی فایده و تأثیر قائله. خب اما حالا بحث بر سر اینه که اگر بنا شد که برای تو آزادی وجود داشته باشه، یعنی تو به جبر قائل نشی، نه جبر الهیاتی، نه جبر فلسفی، نه جبر روانشناختی و نه جبر جامعه شناختی، و به اقتضا کشیده شده کارت، و حتی اقتضا هم هی رتبش کم شد و کم شد، خلاصه هرچه آزادتر بشی، معناش اینه که خودت مؤثرتر از موجودات غیر خودتی. پس آزاد ما هستیم یا نیستیم، عبارتون اخرای اینه که تأثیر خودمون در خوشنودی خودمون بیشتر از تأثیر غیر خودمونه. حالا اون غیر خود چه انسانهای دیگه باشن و چه طبیعت پیرامون باشه. به تعبیر دیگری بحث آزادی و جبر در واقع تو تعلیم و تربیت یعنی بحث مؤثریت، میزان مؤثریت خود من در خوشنودی عمیقم از زندگی. چه مقدار خوشنودی عمیقم از زندگی مهار و زمامش دست خودمه و چقدر مهار و زمامش دست دیگرانه. اون دیگران چه طبیعت باشه، چه انسانهای دیگه باشه، فرق نمیکنه. درسته؟ خب پس تو آموزش پرورشم باید به اینم توجه بکنیم، یعنی ما باید به کودکان از اول زیق و سعه توانایی های خودشون رو بهشون نشون بدیم. این خیلی مهمه که بگیم تا کجا تو زیق و سعه داری توانایی، تا چقدر توانایی داری، تا چقدر توانایی نداری. بعدا حالا عرض میکنم که وقتی که در قسمت باورهامون میگیم ما باید به دنبال بیشترین باور صادق و کمترین باور کاذب باشیم، و در احساسات و عواطف و هیجانات میگیم باید به دنبال بیشترین احساسات و عواطف و هیجانات بجا و کمترین احساسات و عواطف و هیجانات نابجا باشیم، و بعد تو قسمت خواسته ها میگیم ما باید دارای بیشترین خواسته های معقول و کمترین خواسته های نامعقول باشیم، وقت اونجا میرسیم به این بحث که این که باورهای من صادق باشند تا میشه و نکازه، و این که احساسات و عواطف و هیجانات من به جا باشند و نه نابجا، و این حتی مقدور، و این که خواسته های من معقول باشند و نه نامعقول، کاملا بستگی به این داره که چقدر من توانایی دارم. تا معلوم نشه میزان توانایی های نظری و عملی ما، معلوم نمیشه که چقدر از باورهامون صادقن، چقدرش کاذب، چقدر از احساسات و عواطف هیجاناتمون بجان، چقدرش نابجان، و چقدر از خواسته هامون معقولن و چقدرش نامعقولن. به تعبیر دیگه میخوام بگم ارزش گذاری های سگانه ای که در باب ست ساحت درونی خودمون میکنیم، یعنی در ساحت باورهامون ارزش گذاری ست و کز میکنیم، در قسمت احساسات و عواطفمون ارزش گذاری به جا و نابجا میکنیم، در قسمت خواسته ها ارزش گذاری معقول و نامعقول میکنیم، این ارزش گذاری ها ابتنا بر یک واقعیت دارن، و اون واقعیت اینه که
سعه توانایی ما آدمیان چقدر. مثال بزنم، اونا که شک هاکن تو معرفت شناختی میخوان بگن ما توانایی باور صادق به دست آورده نداریم. در جا میگیم خب، بنابراین آموزش پرورش به کودکان و البته با اون قیدی که اون وقت زدن به پدران و مادران و کودکان باید بگه بچه هاتون نه اعتماد به نفس بی نهایت به سودشونه و نه اعتماد به نفس صفر به سودشونه. حواستون باشه اعتماد به نفس هم اونقدر بهش تزریق نکنید و تزریق که بچه فکر بکنه توانایی رسیدن به هر جایی رو داره. نه، اینجوری نیست. نه در ناحیه باورها، نه در ناحیه احساسات و عواطف، نه در ناحیه خواسته ها عدم تنهایی در کار نیست. حواستون باشه این موجود با یک توانایی های خاص ساخته شده. این توانایی ها منظور توانایی هاییست که مال خودمونه. اونایی که طبیعت و جامعه بر ما القا میکنه اونا توانایی های ما نیست، اونا در واقع ناتوانی های ماست. توانایی من اون مقداریست که من میخوام در مقابل اقلیم طبیعی بایستم و در مقابل اقلیم اجتماعی فرهنگی بایستم. من به میزانی که در مقابل اینا قد راست میکنم و حرف خودم رو میزنم و حرف خودم رو پیش میبرم، من توانم. وگرنه تأثیراتی که لا محاله طبیعت و اقلیم طبیعی یا لا محاله اجتماع و اقلیم اجتماعی بر من میزنه که ناتوانی های منه، نه توانایی های من. بنابراین توانایی ها باید خود سرش مشخص بشه تا من در ناحیه باورها یه وقتی یک آدم دوگماتیست نشم. آدم دوگماتیست کی پدید میاد؟ وقتی فکر میکنه آدم که آدم در ناحیه باور میتونه به باورهای کاملا صادق برسه و میتونه کاری بکنه که یک باور کاذب هم وارد ذهنش نشه، ولی ما چیزی نداریم در باور. و به همین ترتیب حالا بعدا در ناحیه احساسات و عواطف و در ناحیه خواسته ها. بنابراین تعلیم و تربیت نکته بعدی پس این بود که تعلیم و تربیت باید در این که چقدر سرنوشت خودم دست خودمه و چقدر تحت در اختیار اقلیم طبیعی یا اقلیم اجتماعی منه، حالا با هر نوع تفسیری که از جمع بکنیم، این باید مشخص بشه. از این نظر ما تعلیم و تربیت های غیر واقع گرایان فراوان میتون داشته باشیم. توجه میکنید؟ مثل این نقدی که بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر تعلیم و تربیت امریکایی میکنن، همین دیگه. تعلیم و تربیت امریکایی در واقع نقد وارد به اون از منظر این متخصصان اینه که انگار بچه ها رو جوی بار میرن که تو چی میخوای؟ بگو تو بگم چجوری میشه بهش برسیم. انگار به هر چیزی میشود رسید. خب این هم پس یک بحثه که ما میزان این توانایی رو باید بدونیم. اما بحث بعدی اینه که خب حالا این توانایی حدش معلومه، چگونه میشه این توانایی رو شکوفا کرد؟ ممکنه من و شما توانایی واحدی داشته باشیم، اما شما اون توانایی رو شکوفا میکنید، به فعلیت میرسونید، من اون توانایی رو شکوفا نمیکنم، به فعلیت نمیرسونم. معنیش اینه که چون این نیست که هر چیزی بالقوه در تو وجود داره بالفعل هم داره محقق بشه. خیلی چیزا که تا آخر عمر در کمون بمونه، در من به بروز نرسه، در حالت بالقوگی بمونه، به فعلیت نرسه. آموزش پرورش باید راه های به فعلیت رساندن استعدادها، راه های شکوفا کردن توانایی ها رو این هم بهش توجه بکنه. نکنه ما توانایی هایی رو کشف میکنیم در متعلم و متربی خودمون، ولی اتفاقا با آموزش پرورش غلط جلوی شکوفاییشون میگیریم. اینجاست که من در یه وقتی یه بحثی کرده بودم و اون که گفته بودم اگر آموزش پرورشی مبتنی بر حافظه شد، این نمیذاره توانایی های تو شکوفا بشه. باید به جای مبتنی بر حافظه مبتنی بر فهم باشه. راجع میکنی اگر آموزش پرورشی مبتنی بر تعبد شد، این نمیذاره که به شکوفایی برسه. استعداد در تو هستا، نمیذاره شکوفا بشه. راه های شکوفا شدن استعداد یه راه های خاصیه. اینجور نیست که من بتونم به محض اینکه کشف کردن در شما یه چیزی هست بتونم فوری این استخراجش بکنم. استخراج کردنش خیلی شیوه و شگفت های اختصاصی داره. اون وقت مختصات یک آموزش پرورشی که این آموزش پرورش
بهترین راه‌های شکوفا کردن توانایی‌های درونی من، استعدادهای درونی من. حالا چه استعدادهای جسمانی که دارم، چه استعدادهای ذهنی که دارم، چه استعدادهای روانی که دارم و چه استعدادهای مناسباتی که دارم، این استعدادها بهترین راه شکوفا کردنش رو. ممکنه واقعا من توانایی مدیریت بالا داشتم، اما به خاطر تعلیم و تربیت غلط پدر و مادرم، معلمانم، مربیانم، اصلا نتونستم یه مدیر توانایی بشم. مدیریت در من همچنان در کمون مونده و با خودم این مدیریت در کمون مونده رو به قبر می‌برم. اما برعکس ممکنه کسی بتونه با یک آموزش پرورشی موفقی اینا رو به بروز برسونه. بنابراین آموزش پرورشی موفق، بحث آخر من اینه، بحث آخر مقدماتیم اینه که باید راه‌های شکوفا کردن اون توانایی‌ها، اونا رو به طور بهترین راه، بهترین راه یعنی البته سریع‌ترین راه، مطمئن‌ترین راه و بی‌عواقب‌ترین راه. به هر ستاش باید توجه کنیم. وقتی میگن بهترین راه یعنی سریع‌ترین راه، اما در این حال که سریع‌ترین راهه، مطمئن‌ترین راه هم باشه و در این حال بی‌عواقب‌ترین راه هم باشه. و چون این ستا در راستای هم پیش نمیدن، وقت آموزش پرورش ها باید وضع اپتیموم در نظر بگیرن. وضع اپتیموم یعنی وضعی که این ستا بتونن در ارتباط با هم بیشتر حد ممکن داشته باشن. چون ممکنه یکی از این ستا بتونه به حد اکثر برسه، ولی اون دوتای دیگر چی بشن؟ در واقع نابود بشن. اپتیموم حالت یعنی بهینه حالت اینه که این ستا یه حالتی تصور بکنیم که این ستا روی هم رفته و در ارتباط با یکدیگر بهترین باشن، یعنی حالت بهینه در ما. خب وگرنه میشه یه راههایی هست که سرعتش بالاست ولی اطمینانش پایینه، اطمینانش بالاست بی عوارض بودنش پایینه. توجه میکنید؟ الان شما دیده اید که، حالا یک نمونه خیلی جزئی میخوام بگم و بعد، شما دیده اید که الان کلاس‌های کنکور بچه های شما را ذریع به موفقیتشون در کنکور بالا میبرند، درسته؟ ولی بچه هاتون از وقتی که بوی کنکور به مشامشون میخوره، تقریبا از سال دوم سوم راهنمایی که هستن تا پس از کنکور پر از استراب هم، سرشار از استراب هم، سرشار از خشم های فرو خفته هم، سرشار از احساس ناکامی هم، احساس بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی میکنن. خب شما در واقع اومده یک چیز رو درجه ذریبش بالا برده اید، ولی اولش یه عواقب زیادی وارد کرده اید. توجه میکنید؟ شما به ندرت میبینید الان یک دانش آموزی سر جلسه کنکورش بدون استراب بره، آرامش داشته باشه، شاد باشه، درسته؟ این فضا که ایجاد کردید البته درجه قبول شدنش رو بالا برده اید، اما چقدر خسارات وارد کرده اید، یعنی عواقب داشته. بنابراین سریع ترین راه، مطمئن ترین راه و بی عواقب ترین راه، عواقب بردیم از عواقب منفی، بی عواقب ترین راه. حالا این نکات رو عرض کردم، حالا میخوام عرض بکنم که این چیزی که میگفتیم تحت عنوان کلیشون میگن فلسفه برای کودکان، ولی در واقع این مهارت‌های زندگی برای کودکان، چون همش هم فلسفه نیست، یه بخش هم روانشناسیه، یه بخش هم اخلاقه. که من همیشه گفتم بگیم مهارت‌های زندگی، یا به تعبیری که بیشتر خودم بکنم هنر زندگی برای کودکان، یه بخش فلسفه است، ولی امروز به همش میگن فلسفه برای کودکان. یعنی در واقع مهارت‌های زندگی برای کودکان، هنر زندگی. این رو دیگه باید اسکلتش رو من عرض کردم، بحثه تفصیلیش دیگه آده اگر یه وقت رو داشتم من دیگه خواست ضمن تشکر و حسن نماشید از استاد عزیز و بزرگوار، من حالا به قول آقای منصوری حسن سوء استفاده رو میکنم از نزدیکی که به این میکروفون دارم. سوال اول رو من خودم با اجازه استاد میپرسم، تا این فاصله اگر سوالی هست به دست من برسه من خدمت استاد میپرسم.
استاد شما قبلا این به اصطلاح مؤلفه های خوبی و خوشی اینها رو در ذیل یک مفهوم دیگه‌ای مثل زندگی مطلوب یا زندگی ایدئال بیان فرموده بودید. آیا تعمدی بود یا یه ترجیح خاصی بود که خوشنودی رو به اصطلاح ترجیح دادید و اینجا فرمودید؟ این یه سوال به ذهنم رسید. و دیگه اینکه خود این خوبی و خوشی رو ما به عنوان یک سری مفاهیم پایه در نظر بگیریم که مثلا با شهود اخلاقی یا شهود روانشناختی باید درک بکنیم، یا خود اینها میشه به مؤلفه های پایه تری مثلا چیزی که شما بارها در جاهای دیگه مثل امید، آرامش، رضایت باطنی و اینها فرمودید فروکاست، و اگر این مؤلفه ها هست هم برای خوبی هست و هم برای خوشی، یا اینکه جداگانه برای هر کدوم از اینها مؤلفه های دیگه میشه سراغ گرفت. و دیگه اینکه سوال سوم هم اگر حالا فرصتی شد بفرمایید که لطفاً ما این توانایی ها رو که فرمودید در این سه تا ساحت باورها و احساسات و اراده اگه داشته باشیم، چه دلایل عقلی یا شواهد تجربی هست که واقعاً ما رو در اون مؤلفه های خوشنودی کامیابتر خواهد کرد؟ یعنی به خصوص من این رو از این جهت میپرسم تو بحثایی که بین دوستانی که در بحث فبک یا فلسفه برای کودکان هست، من بارها این پرسش رو به انهای مختلف و تعابیر مختلف شنیدم که خیلی ها نگران این هستن که مثلا اگر ما به کودکان خودمون یک سری مهارت‌هایی رو خارج از اون چیزی که در چارچوب مثلا نظام رسمی آموزش و پرورش هست یا فرهنگ رسمی هست یا اون چیزی که متداول هست به هر حال یاد میدیم و اونها رو حساس‌تر می‌کنیم، سنسیتیو‌تر می‌کنیم نسبت به مسائل مثلا زیست محیطی، اخلاقی و اینها، واقعا اینها به جای اینکه به این خوشنودی مثلا برسن یا به شادکامی برسن حتی بدتر هم میشه، یعنی ممکنه استرس هایی بهشون وارد بشه یا دچار دست کم به صورت مخدعی بعضی از به اصطلاح ناملایمتی ها بشه. خواستم اگه لطف کنید راجع به این ستا. راجع به سوال اول، بله من آگاهانه با اینکه مفهوم دقیقا همون مفهومه ولی لفظ رو عوض کردم. ببینید ما معمولا تحت عنوان زندگی آرمانی اسم میبریم، میگن ideal life، زندگی آرمانی، ولی چون امروزه مفهوم آرمان یک نوع القاء منفی میکنه، یعنی یک نوع یوتوپیا گرایی غیر واقع گرایانه رو به ذهن میاره، اینه که امروزه متخصصان تعلیم و تربیت که کم کم از زندگی آرمانی از این تعبیر کمتر استفاده میکنن و میگن زندگی همراه با توأم و خوشنودی عمیق، چون برخلاف یه زمانی که اصلا آرمان خیلی چیز دارای بار عاطفی مثبت بود، ولی الان آرمان خیلی بار عاطفی مثبت نداره، انگار آرمان یعنی ناکجا آبادگرایی غیر واقع بینانه، بی توجهی به واقعیات و بی خود پرواز کردن در یه خللی و افتادن رو زمین و نابود شدن. از این نظر بیشتر تعبیر خوشنودی عمیق محتواش از نظر من هیچ فرق نمی کنه، ولی من از اون تعبیر نخواستم استفاده کنم برای اینکه تعبیر رایج تر به تعبیر طبیعت گفته بشه. نکته دومی که شما پرسیدین این بود که میگفتن آیا این مؤلفه ها خودشون باز تضییع پذیرن؟ بله همه این مؤلفه ها تضییع پذیرتر از این هست. حتی وقتی مؤلفه مثلا خوبی زندگی، حالا خوشی زندگی رو خود خدا تو اشاره به بعضی از مؤلفه هاش کردن، وقتی خوبی زندگی هم میخواییم به مؤلفه های باز جزئی تری که از انتظار دورتر باشن و به انضمام نزدیکتر باشن وقتی میخواییم تعبیرش بکنیم، باز خیلی تعابیر متفاوتی پیش میاد. مثلا ممکنه کسی مثل خود من مثلا بگه که اصلا خوبی زندگی یعنی صداقت، تواضع و احسان. ممکنه کسی اینو بگه، بگه اصلا ست مؤلفه بیشتر نداره خوبی زندگی. ممکنه که ست مؤلفه ها رو بیشتر از ست ها بگونه، توجه میکنید؟ ولی بعد تازه بالاتر از این، وقتی شما میگید که مثلا من خودم اون رأی رو قائلم که میگه که خوبی زندگی به سه تا چیز بیشتر نیست، یکی اینکه آدم زندگی صادقانه باشه، یکی متواضعانه باشه و یکی محسنانه باشه، صداقت، تواضع و احسان به معنی خاص خودش.
حالا کسان ممکنه بگن مؤلف ها به این سه تا منحصر نمیشه، باید بیشتر از این، یا حتی بعض از مؤلف هایی که من گفتم اصلا تو مؤلف هایی که اونا میگن نباشه. اما تازه خود این مؤلف ها هم هر کدامشون باز، مثلا خود احسان که یکی از این مؤلف های سه‌گانه است که من گفتم، این هم باز زیر مجموعه داره. احسان هم باز خودش سه تا زیر مجموعه داره، یعنی سه تا چیز باید دست به دست هم بدن که بگن این انسان انسان نیکوکاری اهل احسانه. بنابراین بله این مؤلف ها هم و باید این مؤلف ها واقعا ادامه پیدا کنه تا از انتظارشون هی کم بشه و به انضمام چی بشن در واقع نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر بشن. دیدی که امروز معمولا وقتی شما این نظریه میدیم میگن آقا یه الگوی عملیاتی، الگوی عملیاتی منظورش اینه که برسونید به حد اکثر ممکنه انضمامی، انتظاری نباشه. وقتی میگن الگوی عملیاتی هم داره یه فلانی که حرفاش الگوی عملیاتی نداره، بله باید خیلی واقعا انضمامی تر از اینا بشه. اما یک سوال سوم و اون که گفتن که ببینید بعضی از این آموزش هایی که ما میدیم به بچه ها، بچه ها رو اتفاقا تو صحنه زندگی اجتماعی ممکنه ناموفق تر بکنه. واقعا همینطوره، یعنی تا وقتی که گزینش ها، شغل ها، انتصاب ها اینا بر اساس یه عوامل دیگری است، خب مسلما بچه شما اگر بگن آقا این تمام گیاهان محیط زندگیشو میشناسه، حشرات محیط زندگیشو میشناسه، این میتونه با یه چند تا چیز خیلی کوچک میتونه بر خودش اسباب و اساس زندگی درست بکنه، خب ایناست که معمولا امروز تو مثلا روش ایوان ایلیچ اینه دیگه، روش ایوان ایلیچ اینه که شما باید در نظر بگیرید که متعلم رو جوری بار بیارید که اگر توی جزیره ای تنها ساکن اون جزیره بتونه زندگی خودش رو اداره کنه، درسته؟ این آدم که بتونه زندگی خودش رو اداره کنه، ببینید باید بدونه که وقتی فلان ستاره فلان وقت شب ظاهر میشه، این علامت اینه که امروز چندم پاییزه، اینا به درد زندگیش میخوره. اما ساختار مولکولی مثلا فرض کنید که بنزن به درد زندگیش نمیخوره. خب حالا یه همچه آدمی فرض کنه مثلا شما اومدید تحت عنوان این، اینا بهش میگن زندگی مستقلانه که من تو فلسفه دانش پرورش گفتم که شما همیشه باید در نظر بگیرید انسان خودکفا باشه، که انسانی که خودش بتونه زندگی خودش رو اداره کنه. ما امروز دقت میکنید که اگر خودمون تنها قرار بگیریم توی جزیره تقریبا هیچ کار بلد نیستی بکنیم، یعنی یه روبنسون کروزوه در نظر بگیرید، یه حیبن یغزان در نظر بگیری، اینا یه حیبن یغزان، حالا چون تو داستان حیبن یغزان یا مثلا تو که داستان روبنسون کروزوه اینا چجوری زندگی میکنن، اینا اون چیزایی که لازم بود برای یک زندگی مستقل بلد بودن، وقت اینه که میتونست از رنگ طلوع خورشیدن یه چیزایی بفهمه. ما ممکنه الان کهکشانهای پر از جهان رو بشناسیم، ولی یک دهقان میگه خورشید امروز اینجوری، رنگ طلوعش اینجوری بود، یا امروز طوق دور ماه اینجوریه، از طوق دور هلال ما یه چیزایی میفهمه که به درد زندگی عملش میخوره، ولی اصلا نمیدونه که آیا هیئت بطلمیوسی درسته یا هیئت کوپرنیکی درسته. میدونید یعنی اون جنبه عملی زندگی مهمه. خب حالا سوال آقای دکتر این بود که حالا ما اگه بچه‌ها اینجوری بار بیاریم فردا باشه تو کنکور راهشون نمیدن دانشگاهی پزشکی دانشگاه تهران، میگن آقا اونسه که باید باید بلد باشی، راستن میگن اینجوره. از این نظر من میخوام بگم که ما باید آموزش و پرورش به طور کلی بده به این طرف ها راجعون کنیم، و از این نظرم باز من میخوام این عرض بکنم که اون پدر و مادری که میگفتن میان میگن که آقا به بچه ها چه اینا رو یاد میدید، اینا به زید فیزیک و شیمیشون بخونن، همین واقع بهش توجه کردن که تا وقتی آموزش و پرورش اینجور باشه و فقط انتصاب ها و عرض میکنم که انتخاب ها بر اساس مدرک باشه و مدرک هم اونجوری داده بشه، بعد اگه کسی بگه آقا من میتونم فرض کنید که از یک کمی آرد 59 شیرینی درست کنم، میگن خب این التماس دعا از داریم، اما بالاخره پیش دانشگاهی که راش نمیدن من این اساس، بگه آقا من مهارت زندگی خیلی یاد گرفتم،
کاری به این ندارم. اگه کسی بگه آقا من تونستم بدنم رو چنان در واقع باش رفتار بکنم که سلامتش محفوظ بمونه، نیرومندیش افزایش پیدا بکنه، زیباییش هم کم نشه، میگن خب خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی خب برید یه کار دیگه بکنید. با اینکه تو این مدرسه مثلا فرض کنید که فرره ایلیچ اول به شما یاد میدن که آقا اول وظیفه تو اینه که زندگی تو کاری بکنه که سلامتش محفوظ بمونه، نیرومندیش افزایش پیدا بکنه، زیباییش کاهش پیدا نکنه. خب اینا چیز اینا ما نمیدونیم دیگه، درسته هممون قوز داریم، هممون چشممون نمیبینه، هممون هزار مشکل داریم، اما خب ازش پروفسور شده ایم، توجه میکنیم. من قبول دارم اینا، ولی ما دارم حالت آرمانی رو میگم. به تعبیر دیگه میخوام بگم تا وقتی آموزش پرورش متعارف این باشه، این نوع توانایی ها کمک نمیکنه، چه بسا حتی ضرر هم برسونه، شکی نداره. خیلی ممنون. یعنی فرمایید که در واقع مخاطب این صحبت هایی که فرمودید متولیان در واقع آموزش و پرورش هم بله، و بنابراین اگه وقتی خیلی از تضاهم حاصل شد بین این که بچه‌تون تو کنکور قبول بشه و عرض میکنم که اینا رو یاد بگیره، حتی پیش منم بیاید، میگم اگه واقعا کنکور موفق شدن براتون مهمه، نه دیگه ول کنید، بذارید روانشناسی برای کودک، بذارید برای وقت دیگه ای و برید بچه‌تون. اما اگر حق واقعا بخوایم، نه، بچه ما کنکور هم قبول نشه زندگی میتونه بکنه، عرض میکنید. یعنی خدا هم ید الله مغلولا نیست که خدا بگه آقا من تنها راه رزق رساندن به انسان ها رو این میدونم که فوق لیسانس بگیرن، الان از این دانشگاه خوب بگیرن، اصلا برد. اینقدر آدم ها هستن که هیچی از این چیزایی که مدرک هایی که شما ها و من اینا داشته ایم و داریم این حرف ها اینا نداشتن و زندگی خیلی خوبتر از زندگی ما کردن، خیلی خوشتر از ما کردن. ما یه جوری تصور داریم که اینجا تنها راه رزق رساندن خدا به آدمیان اینه که آدمیان اول مدرک تحصیلیشون رو بده دست بگیرن، بعد هم یه استخدام رسمی بشن، پیمانی رو اینا قرار دادی رو فایده نداره، استخدام رسمی اصلا یه جوری نیست. بعد نظام ارزش گذاری خیلی فرق میکنه. عرض کنم که آیا آدمی در حلول زندگی کوتاه خود در طول ببخشید، آیا آدمی در طول زندگی کوتاه خود در کنار آموزش پرورش خیشتر یعنی انسان فضیلتمند فرصتی برای آموزش پرورش دیگری که فرزند او باشد برایش باقی میماند؟ اگه آموزش پرورش من این واقعی کلمه یعنی با عمل باشه، بله اتفاقا وقت تو خوب زندگی میکنی، خوش زندگی میکنی، نفس خوب زندگی کردن و خوش زندگی کردن به بچه یاد میده که زندگی خوب خوش چگونه است. اما اگه بنابراین باشه که دائما منبر برم، خب نه، ما خیلی وقت وقت نداریم که دائما برای بچه هم منبر بریم. اما اگر به تعبیر پیامبر که میگفتن خون و دعات الناس به غیر السنت کن، بهترین راه زیاد دادن زندگی خوب خوش ارزشمند اصلاح های عملی باشه، چرا؟ همین که تو داری رفت و آمد میکنی، میشینی، ها میشی، بچه داره یاد میگیری زندگی خوب خوش ارزشمند رو از راه اصلاح عملی که در تو محقق شده. ولی اگه بنابرای باشید منبر بریم، نه واقعا خیلی فرصت همون کمی برای که بدونیم، تازه منبر برای بچه اول بود میریم، هفت سال برای بچه بعدی دنیا میاد، از نوبات همون منبر را تکرار کن. آیا میتوان هدف از تولد موجودی را آموزش پرورش او در این دنیا دانست؟ نه، هدف از تولد موجود اینه که خوشنودی عمیق رو در زندگی تجربه کنه، هیچ چیز دیگه به درد نمیخوره. منتها برای اینکه اون خوشنودی عمیق تجربه بشه، چاره جزی نیست که آموزش پرورش یا آموزش پرورشی در خور اون هدف باشه. و نه، هدف از تولد موجود آموزش پرورشش نیست، هدف اینه که بهترین زندگی ممکن رو بکنه. حالا برای اون بهترین زندگی ممکن، خب یه آموزش پرورش خاصی رو باید داشته باشیم. اگر این گونه نیست، هدف از تولد او چه هست و چه باید باشه؟ خب ببینید زیر چه هست و چه باید باشد خط کشیدن که بگن خواستن تفکیک کنن بین چه هست و چه باید باشد. ببینید چه هست هم یک موقع هم دنبالش هست. ما در واقع اگه دقت بکنید تو زندگی همون به دنبال چی هستیم؟ به دنبال ثروت و قدرت و حیثیت اجتماعی و شهرت و محبوبیت و علم دانشگاهی و یه چیز جاه و مقام میدن.
اما به دنبال چی باید باشیم، باید باشیم همینه که عرض کردم. این خوشنودی عمیق و بفهمید که خیلی آدم هستن بیشتری ثروت هم دارن، بیشتری قدرت هم دارن، ولی سلسوزن خوشنودی زندگیشون ندارن. آیا ترس از تنهایی یک اشکال در آموزش پرورش است که انسان را به تولد دیگری ترغیب میکنن؟ ببینید، این که آدم ها چرا فرزند میزایند، یکیش اینه که ترس از تنهایی دارن، ولی نه، خیلی عوامل دیگه هست که آدم ها رو انگیزه من میکنه برای اینکه فرزند آور باشن، فرزند بیارن، بچه به دنیا بیارن. یکیش ترس از تنهایی، ولی عمیق‌ترینش حتی این نیست. خب سال قسمت بعدی، متدولوژی فراگیری هنر زندگی چیست؟ خب بنابراین بوده که همین چیزا گفته بشه. در واقع نتون کنید که متدولوژی فراگیری هنر زندگی چیست، این در واقع جوابش همین چیزیست که گفته میشه. نظر شما درباره کارکرد انسان چیست؟ احتمالا اشاره دارم به این که مثلا میخوام بگن اگه او عقلانیت تمام عیار رو عرض کنم که نمیگید، شما چی میگید؟ من راستش همینجور که عرض کردم، خیلی وقت دیگه هم گفتم من به نظر میگه انسان یه موجودیه که وقتی عقلانیتش تامه ولی در این حال یه معنویت تامی هم داره، احساس خوشنگی همین. اما حالا نمیشه ازش گفت تعبیر به کار کرد انسان کرد، نه، من میگم خوشنودی عمیقش به اینه. من کار کرده موجودات طبیعی رو فهمیدن و برام مشکله. یا تو میتونی گفتم که کار کرده موجودات سنایی رو میشه فهمید، کار کرده موجودات طبیعی رو شناختن برای من به نظرم یه چیز نشدنیه. ولی به هر حال میخوام بگم از این راهه که به نظرم میاد خوشنودی عمیق برادم حاصل. اما یه سوال دیگه کردن، گفتن که ایماج شما از زندگی چیست؟ خب این هم یه بحثیه که اشاره در قدرت به اون بحثی که تحت عنوان ایماج های زندگی گفته میشه، که هر کسی یه ایماجی تو زندگیش خدمت ورز کنم که داره. من خودم اگه حالا خودم رو بخوام بگم، نمیخوام استدلال به سودش بکنم و چون ایماج ها خیلی وقتا ورز کنم که استدلالی نیستن، اما خود من بهترین ایماجی که دارم تئاتر در واقع از زندگی. یه چیزی هم گفتم، با سلام و سپاس فراوان، چگونه می شود دانش آموزان رویا پردازی رو که باورشان این است که هیچ چیز غیر ممکن نیست و این باور کمک شایانی به رشدشان کرده است و بدون آسیب واقع بیزار؟ هیچی، من فکر میکنم که آدم موارد نقض همیشه باید بیاره، موارد نقضی که شهودیشون باشه. فجر میکنیم این ای تعلیم و تربیت امریکاییه و بعضی میگن تعلیم و تربیت لیبرالیه، ولی تعلیم و تربیت امریکاییه، مخصوصا امریکایی قبل از 1922 که یه امریکایی بود که خیلی به انسان خوشبین بود و معتقد ملت امریکا به هر جا بخواد میتونه برسه، فقط باید بخواد. البته از 1929 بعد از اینکه اون مسئله رکود عظیم اقتصادی پیش اومد، واقع بین‌تر شدن، ولی واقعا امریکایی تعلیم و تربیت خیلی خوشبینانه و بلند پروازانه هنوزم هم دارن. حالا بعد از تمام اونا بازم رسوباتش که مونده که آقا تو به هر جایی میتونی برسی. اینا میگی؟ خب من میگم که مواردی که به شهود بچه باور میداره، که مثلا ببینید بچه‌ای که میگه آقا معلم ما گفتن هیچ چیز غیر ممکن نیست، همه چیز ممکنه. من ساده میگم یعنی ممکن هست که تو سر کلاس من غایب باشی و آخر سال من به تو نمره قبولی بدم؟ واجه میکنی؟ اگه هیچی، همین اولیش آزمایش کن، تو از امروز نه سر کلاس من ببین آیا میتونی نمره قبولی از من بگیری یا نه. من معتقدم بچه ها رو بهترین کاری که ما برای دعاوی گنده گنده رو از ذهنشون بیرون کردن داریم اینه که موارد نقص شهودی بشونشون، موارد نقصی که خودشو شهود کنن. نمیشه موارد نقصی که موارد نقصن ولی به شهود بچه در نمیان. واجب میکنیم اونا رو مثلا نمیشه بچه بگم که به نظر تو میشه که مثلا آدم یه جوری ارز کنن که
رابطه جنسی داشته باشه که یه بچه 8 سر به دنیا بیاره، اون رو نمیتونه شهود کنه. اما خیلی شهودهایی که بچه تو همون زندگیش میتونه شهود بکنه، مثلا میتونی تو یه سیلی بزنی تو گوش بابات و بابات هیچ واکنشی نشون نده، اگه میشه برو آزمایش بکن، وقت بعد میبینی که نه، هر چیزی ممکن نیست. مثلا